از تدریس در دانشگاه تا دست فروشی بر روی جاده ها. استاد عبدالقیوم 67 سال سن دارد که 34 سال آن را برای تعلیم و آموزش جوانان صرف کرده است. او انتظار داشت پس از تقاعد بتواند با حقوق بازنشستگی خرج زندگی 6 نفره خود را تامین کند. مدت 34 سال در پانتون کابل به خدمت مردم شریف افغانستان بودم و فعلا متقاعدم و فعلا تقاعدی وجود نداشت. من از کابل به هرات آمدم. در هرات مصرف کارهای شاقه یا کارهای بازاری می باشم. برای این استاد 67 ساله چرخاندن چرخ زندگی بسیار سخت شده است. هزینه زندگی روی شانه های او سنگینی می کند. اما آرزو دارد که نسل آینده با فقر و تنگدستی روبرو نشود. استاد عبدالقیوم به این باور است که کار و تحصیل برای مرد و زن ضرور است و این گونه جامعه از فقر و ناداری رهایی پیدا می کند. شرایط کار برای مردم مساعد بسازه. دختران دو پانتونا خارج از مکتب ارسال کنه که ما با آینده به فقر و بیچارگی با دوباره دوچار نشیم. زن هم باید حق داره کار کنه. همینطور که مردا کار میکنن، زن هم باید حق دارن کار بکنن. در شرایط کنونی نرخ بیکاری بلند رفته و توان خرید مردم پایین آمده است. همانند استاد عبدالقیوم خیلی ها در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند. 4 تا بچه داری، یک پانتون خلاص کرده، سالی بیلن بیکار به پیش ما ششته است. یک آیپز قرآن است، سالی بیکار به پیش ما ششته است. یک سنت 7 است، یک سنت 4 است. این بچه های ما سباندی سند و سال که ما بودیم، ما نون پیدا میکردیم برای از اونا ریلا دادیم به تعلیم. دولت باید توجه بیشتر بگیره. افرادی که تعاقد میگیرم و یا نیازمندم باید بزن کمک کنه. آگاهان به این باورند که این وضعیت برای استادان دانشگاه و مکتب نگران کننده است. بنان دولت مکلف است به مسئله پرداخت و حقوق بازنشستگی آنها رسیدگی کند. در حقیقت متقاعدین پول در نزد دولت ذخیره دارند، چون به تناسب سالهای کارکردگیشان از معاششان کم شده و در یک جای ذخیره شده تا اونا بتونن بعد از ختم کار از اون پول استفاده کنن و در تنگنا قرار نگیرن. این مسئولیت هر نظامی است تا به مشکلات این مردم رسیدگی کنه. همانند استاد عبدالقیوم صدها تن این روزها حتی توان خرید نان خشک را هم ندارند. بیکاری و فقر اقتصادی زندگی را برای مردم تلخ ساخته است.